وقتی در سال 2007 جایزه صلح نوبل به علت تحقیق درباره تغییرات اقلیمی به الگور معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا و محققان گروه او اهدا شد، پل یکی از چهره های اصلی آن تیم بود. 15 سال قبل از این جایزه نوبل، کنگره آمریکا قانون بهبود مصرف انرژی را با استناد به یافته های گزارش پل و تیم او تهیه و تصویب کرد. با این حال، او معتقد است پیام مبارزه با تغییرات اقلیمی نباید مبتنی بر فشار آوردن به مردم برای چشم پوشی از آرزوهایشان مثل خرید خودروی شخصی باشد از نظر پولکمر، به جای سرزنش و توصیه نپوش و نخور و نرو به مردم باید سیاستگذاری و الگوی مصرف به سمت حمایت از انرژی های تجدید پذیر و فناوری های جدیدی برود که هم مقرون به صرف و جذابند و هم به کنترل تغییرات اقلیمی کمک می کند. برای گفتگو با پلکومور به دانشگاه صنعتی بولدر در کلورادو رفتم که سالهاست در آنجا کرسی استادی دارد. 1992 شما گزارشتون درباره بهینهسازی سازی مصرف انرژی رو در سال 1992 منتشر کردید. آیا اون موقع تحقیقاتتون رو با یک نگاه آینده نگرانه انجام میدادین یا اینکه یه بحران جدی و جاری وجود داشت که گزارش شما در پاسخ به اون تهیه شده بود؟ خب من در اون موقع برای کنگره آمریکا کار می کردم نه به عنوان عضو منتخب بلکه به عنوان یکی از کارکنان اونجا اونا میخواستن از من یا بهتر بگم از گروهی که عضوش بودم اساسا بپرسند که ما باید برای بهرهوری انرژی چه بکنیم به همین دلیل ما در این مورد تحقیق کردیم و پیشنهادهایی دادیم برای تغییر سیاست که کنگره میتونست و میبایست اجرا کنه تا مشوق بهرهوری انرژی ایجاد کنه بذارید این نکته را هم توضیح بدم که بحث بهرهوری انرژی و بحث انرژی ذره‌ای تجدید پذیر که ما می‌شناسیم فرق داره اما اشتراکاتی هم هست 15 سال بعد یعنی در سال 2007 وقتی الگور معاون سابق رئیس جمهوری و تیم محققان اون جایزه نوبل صلح رو برای تحقیق درباره تغییرات اقلیمی گرفتن شما هم عضو اون گروه بودید آیا در اون زمان نگاه به تغییرات آب و هوایی تغییر عمده ای کرده بود که این جایزه را به شما دادن؟ چون دیگه در سال 2007 کم کم همه داشتیم به صورت روزمره پیامدهای تغییرات اقلیمی رو میدیدیم. این موضوع که چطور سیاست و علم و دنیا بر هم تاثیر گذارند یه فرایند جالبه. اون پژوهشی که ما براش جایزه نوبل دریافت کردیم در واقع در دهه 1990 انجام شده بود اما راستش رو باید گفت که در اون سالها ما رو به چشم مشتی دانشمند و مهندس میدیدند که گزارش می نویسند. مردم به طور جدی نگران نبودند. در یک مقطع در سال 2007 دست جایزه نوبل گفتند که این یه مسئله جدیه و به ما برای تلاش در این زمینه جایزه دادن. این موضوع در بیرون از آمریکا برای ما بسیار کارساز شد و من کارهای بین المللی زیادی انجام میدم الگور رو در دنیا به چشم قهرمان محیط زیست میبینند در آمریکا اما این شهرت زود از بین رفت پس به نظرم موثر بود اما واقعا باعث نشد در فرایند سیاستگزاری ها تحولی صورت بگیره. به نظر من فقط در سالهای اخیر تغییرات اقلیمی با گذاری ها مرتبط شده. نقطه عطف این جریان هم توافق پاریس در سال 2015 بود. چون داریم تاثیرات تغییرات اقلیمی رو در تمام دنیا به چشم میبینیم. دیگه نمیشه گفت که این حرفا ساختگیه. ما شاهد سیل ها، موج های گرمایشی و شدت و ضعف های آب و هوایی هستیم که به نظر من و به نظر هر کسی که این مسائل رو دنبال میکنه برخواسته از تغییرات اقلیمی است و این وضع شک و تردید رو کمتر کرد. و اونو به موضوع روز تبدیل کرده و باعث شده واکنش با سیاسی پدید بیاد. از معاهده پاریس گفتیم، اما مگه اون هیچ زمانت اجرایی هم داره؟ کشورها به این معاهده متعهد شدن اما الزامی بهش ندارند. دیدید که فقط یک سال بعد از امضای اون دونالد ترامپ تصمیم گرفت آمریکا را از اون خارج کند. بله، توافق پاریس کشورها رو مکلف میکنه که برنامه NDC یا همون مشارکت جهانی بر اساس برنامه ملی خودشون رو تهیه کنن که ترهیز در سطح ملی برای کاهش تغییرات اقلیمی در مقیاس جهانی. برنامه ای که مشخص میکنه که چه خواهیم کرد، چگونه به هدفی که داریم دست پیدا کنیم و اینکه ضروری است که این برنامه به روز بشه. اما هیچ سازوکاری وجود نداره که کشورها رو وادار کنه برنامه ارائه بدن یا اون رو به روز کنن یا حتی جدی بگیرن با این حساب وقتی شما و افرادی مثل شما به معاهده پاریس نگاه میکنن اون رو یک دستاورد بزرگ میبینن یا اینکه میگن نه این یک گام خیلی کوچیک و خیلی دیر هنگامه too little, too late. <applause> هر دو توافق پاریس دستاورد خیلی خوبی بود و از نظر سیاسی گام مهمی به جلو محسوب میشه اما آنچه از اون به بعد اتفاق افتاده جالبه بسیاری از کشورهایی که توافق پاریس رو امضا کردن باید یک برنامه تدمین کنن همون NDC الان بیشتر کشورها از برنامهشون جلوتر هستن اون هم به دلیل کاهش در هزینه فناوری ها که پیشتر هم گفتم این پاسخ سرراستی به سوال شما نیست اما به نظرم اون توافق حرکتی رو به جلو بود ما همین حالا هم هم تأثیرات زیانبار تغییرات اقلیمی رو در سراسر دنیا میبینیم که تشدید هم خواهد شد اما ما به چیزی بیش از توافق پاریس نیاز داریم بهتر میشد اگر این توافق زودتر به دست می آمد، اما هیچ وقت دیر نیست توافق پاریس خوبه هرچند میتونست بهتر باشه اگه شما به دنیا نگاه کنید امیدوار کننده ترین روندهای جهانی که ما برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم حاصل توافق پاریس نیست بلکه حاصل تغییر روند بازاره که به کمک سیاستگزاری در حال شدنه. بنابراین اونطوری که من متوجه شدم، شما معتقدین که اصلاح نگرش عموم و سیاستگزاران خیلی هم مهم نیست. چون اگر فناوری و بخش خصوصی بتونن به های انرژی های تجدید پذیر رو قابل رقابت با سوخت های فسیلی بکنن، اون وقت بازار انرژی خواسته یا نخواسته عوض میشه. The market is going change anyway. نه کاملا من نمیگم که نیازی نیست اصلاح سیاست ها همیشه مفیده ادراک و همراهی مردم همیشه کارسازه اما دیدگاه شخصی من اینه که اگه تغییرات اقلیمی رو به افراد به مصرف کننده ها به عنوان چیزی مطرح کنید که باید برای مقابله با اون کیفیت زندگی خودشون رو پایین بیارن عذاب بکشن و به دنبال خواسته هایی که برای زندگیشون داشتن نرن اون وقت این تغییرات هیچ صورت نمیگیره یه مثال میزنم اگه به مردم عادی این رو بدیم که شما شاید مایل باشید خودروی شخصی داشته باشید اما برای حفظ محیط زیست باید اتوبوس سوار بشید این پیام درستی نیست و راهگشا نیست من به فناوری خوشبینم مثل خودروهای برقی که در موردشون شنیدیم هزینه استفاده و نگهداری از این خودرو تقریبا نصف خودروهای دیگه است سر و صدای کمتری دارند آلودگی هوای شهرها را افزایش نمیدن استهلاک بسیار کمتری دارند و خصوصیات فراوان دیگه ای که برای مصرف کننده هم بس محسوب میشه و این موضوع به شکلی که من میبینم دیده بشه مصرف کننده ها به این فناوری رو میارند که این از قضا بخش مهمی از چالش تغییرات اقلیمی است به نظرم واگذاری این موضوع به بازار به تنهایی موثر نخواهد بود اما با سیاست گذاری میشه به بازار جهت داد مثلا خودروهای برقی گرونترند و این فرصت خوبیه برای معافیت مالیاتی تا هزینه کاهش پیدا کنه و سیاست گذاری میتونه این کار رو انجام بده و بعد بازار هم رونق میگیره فقط زمان میخواد مثلا نروژ 75 درصد از خودروهای جدید که مردم نروژ میخرند برقی هن. این برای اونه که دولت کمک میکنه در آمریکا این میزان زیر 5 درصده چون دولت کم کمک میکنه این بسته به هر کشوری فرق میکنه نتیجه کلی اینه که رفتار مصرف کننده باید عوض بشه اما این تغییر نمیتونه با درخواست چشپوشی از خواسته ها و بازگشت به سختی ها برای مصرف کننده به دست بیاد بلکه باید با بکارگیری فناوری جدید صورت بگیره این فناوری ها به شکل گسترده ای در دسترسند کم هزینه و در بازار نفوذ چشمگیری دارند یه مثال میزنم اگه برگردیم به سال 2020 یعنی آخرین تاریخی که داده های داریم و به نیروگاهی که در سراسر سر دنیا ساخته شد نگاه کنیم، بیشتر نیروگاهی که احداث شدن هستهی، زغال سنگ و گاز طبیعی هستند. اما 80 درصد برق مصرفی همین نیروگاه ها الان از منابع تجدیدپذیر تامین میشه. تجدیدپذیرها مثل نور خورشید و باد دارن بر بازار تولید برق مسلط میشن. خیلی از این موضوع باخبر نیستن و همونطور که خودت گفتی هنوز فکر میکنن باد و نور خورشید منابع خوبی هن اما چندان مطرح نیستن در حالی که چنین نیست. این مثل یک راز سر به مهره و معلوم نیست چرا. خیلی از مردم نمیدونن. مثال دیگه ای می زنم. همین اواخر با مدیر یک شرکت کوچک نفتی آمریکایی گفتگو میکردم. حرف بر سر انرژی خورشیدی بود و او گفت که بله ما چند سال پیش این موضوع رو بررسی کردیم اما از نظر اقتصادی عاقلانه نبود به همین دلیل قصد نداریم دیگه پیش رو بگیریم راست می پنج سال پیش اگه شما محاسبه اقتصادی می کردید شاید حق با او بود اما امروز او اشتباه میکنه اگر شما امروز اقتصاد یک شبکه برق رو در نظر بگیرید میبینید که در بسیاری از کشورها و مناطق استفاده از باد و انرژی خورشیدی مقروم به صرف ترین گزینه است شما میتونید نرخ برق رو با استفاده از باد یا انرژی خورشیدی در شبکه کاهش بدید اونایی که دستشون تو کار این رو میدونن اما کسانی که بیرون هستن معمولا خبر ندارن فیول. ما تو پمپ بنزین با که ماشینمون رو پر میکنیم و خیلی به ندرت چشممون به یه پالایشگاه نفت و بنزین میفته اما وقتی درباره انرژی خورشیدی حرف میزنیم اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که یا باید سقف همه خونه ها رو پنل خورشیدی گذاشت یا اینکه باید یک صحرا یا یک محوطه خیلی بزرگ رو برای نصب این پنل ها پیش بینی کرد تا بلکه بشه به اندازه نیروگاه های فعلی ازشون برق گرفت آیا انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های جدید مربوط به اونها از این لحاظ رقابت با سوخت های فسیلی هستند البته زمین و مساحت مورد نیاز برای پنل‌های های خورشیدی گسترده تر از اونیه که فرزن برای مجموعی مشابه از نیروگاهی دیگه لازمه. اما هرگز به اون اندازه که مردم تصور میکنن نیست. اگه شما سراسر آمریکا رو در نظر بگیرید که مقدار بسیار زیادی برق مصرف میکنه و یکی از پر این ها در جهانه سوال اینه که چه مقدار زمین رو برای نصب پنل های خورشیدی لازم داریم تا به اندازه نیاز آمریکا برق تولید کنیم من این سوال رو مطرح میکنم و مردم معمولا میگن 10 درصد 50 درصد یا حتی بعضی میگن 80 درصد واقعیت اینه که کمتر از یک درصد دلایل فنی زیادی است که هنوز به سراغ چنین نرفتیم مثلا این سوال که شبها چه باید کرد یا هوا ابریه چه باید کرد اما به هر یه مقیاسی دستمون میاد اینکه زمین مورد نیاز خیلی کمتر از اون چیزیه که اغلب فکر میکنیم این کمتر از یک درصدی که میگید برای تولید برق کل آمریکا لازمه آیا بر اساس که بیشترین روزای آفتابی رو دارن یا کمترین یا اینکه متوسط بر اساس میانگین ایالات اندازه گیری شده من یه سری آمار درآوردم مثلا در فینیکس آریزونا یا لاس نوادا هر سال 210 روز آفتابه. این بالاترین آماره. اگر برآورده کمتر از یک درصد زمین برای میانگین روزهای آفتابی در کل آمریکا باشه، بنابراین تو این ایالت ها حتی زمین کمتری برای نصب پنل های خورشیدی لازمه. درسته؟ بله، بله درسته. پس روی این حساب تو کشورهایی مثل ایران و افغانستان که بیش از 300 روز آفتابه این مقدار زمین حتی کمتر هم میشه آیا میدونیم چقدر مثلا نیم درصد چقدر باید محاسبه کنم بستگی داره که چقدر زمین اونجا هست و مصرف برق در کشور چقدره ولی در اغلب موارد خیلی کمتر از چیزیه که بسیاری از مردم تصور میکنن یه باور دیگه درباره شبکه برق خورشیدی اینه که اگر هوا ابری بشه اون وقت چطور میشه انرژی رو تامین کرد یا مثلا اگر آفتاب خیلی شدید باشه ممکنه کل شبکه منفجر بشه همین اواخر درباره قطعی جدی برق توی تگزاس این موضوع دوباره دهن به دهن شد آیا این حرفا درسته و به این فناوری های جدیدی که شما میگید تعلق میگیره نه سوختن شبکه برق حقیقت نداره اگه میزان برق زیاد باشه میشه پنل خورشیدی رو قطع کرد و پنل هم آسیب نمیبینه <تص> یه موضوع دیگه اینه که شب انگام یا در هوای ابری چک کنیم و برای این مسئله هم راه حلایی وجود داره ولی چیزهایی است که باید در نظر گرفت. مثلا در آمریکا و تا در بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر نیروگاه‌های انرژی خورشیدی با امکان ذخیره‌سازی و باتری احداث شدند. بنابراین با نیروگاهی سر و کار داریم که قابل کنترل و در شب یا یه روز ابری هم در دسترسه، چون اگه خورشید نباشه شما از باتری‌ها برق دریافت می‌کنید. <سؤال> یه سوال دیگه اینه که آیا به لحاظ مقرون به صرف بودن بهتره که روی سقف همه خونه ها پنل خورشیدی بگذاریم یا اینکه بهتره در مقیاس های کوچیک محلی یا منطقه مزارع پنل خورشیدی درست کنیم و مثل یک نیروگاه کوچک ازشون استفاده کنیم اطلاعاتی که در این مورد هست کم و بیش روشنه هر چه سامانه بزرگتر باشه هزینه به ازای میزان برقی که هر واحد تولید میکنه پایین میاد به دلیل آنچه اقتصاد مقیاس خونده میشه. مقیاس که بزرگتر باشه، هزینه برای هر واحد کمتر میشه. بنابراین سامانه خیلی بزرگ که ما بهش میگیم نیروگاه خورشیدی 500 مگاواتی، خیلی ارزونتر تموم میشه تا تعدادی پنل خورشیدی پشت بامی اما دستگاه کوچکتر هم شاید امتیازاتی داشته باشن مثلا نیازی نیست یک خط انتقال بزرگ فراهم کنید تا برق به خونه ها منتقل بشه اگه تعداد زیادی دستگاه کوچک داشته باشید در صورتی که یکی از اونها خراب بشه بقیه کار خواهند کرد بنابراین دستگاه بزرگ و کوچک هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارند علت اینکه رو پرسیدم اینه که شاید نصب پنل‌های خورشیدی روی سقف خانه‌ها برای مناطق شهری کاربرد بهتری داشته باشه اما برای مناطق روستایی دورافتاده شاید این مزارع خورشیدی راه حل بهتری باشه مثلا در بعضی از مناطق دورافتاده ایران افغانستان یا نقاطی در آفریقا اونطور که من میدونم مخابرات اصلا با بردن شبکه تلفن همراه آغاز شد نه تلفن کابلی و زمینی برای همینم آیا میشه مثلا در روسیه که کابل کشی برق نشده از همون اول با انرژی خورشیدی و نصب پنل شروع کرد آیا این به لحاظ فناوری و هزینه الان عملی شده اما آیا اینطوری هم نمیشه هزینه ها رو کمتر کرد و هم شبکه‌ای که ایجاد میشه چون کوچیکه مقاومترم هست چون به طور مستقل از شبکه سراسری برق تولید میکنه و و با قطعی و مشکلات اون هم سر کار نداره. بله کاملا موافقم خیلی خوب گفتید اگه در ناحیه باشید که فاقد شبکه سیمکشی انتقال برقه در اون صورت استفاده از پنل خورشیدی راه حل خیلی خوبیه چون میتونید نصبش کنید و هزینه هم معقول خواهد بود ارزون نیست اما گرون هم نخواهد بود این شرایط ده سال پیش وجود نداشت اما امروز هست حالا تصور کنید روستایی که ده کیلومتر با خطوط برق فاصله داره اگه بخواید با دکل برق رو به اونجا بکشید هم مشکله و هم گرون تموم میشه احتمالا نصب پنل های خورشیدی مقرون به صرفه خواهد بود من توربینهای بادی خیلی زیادی رو توی آمریکا دیدم همین اخیرا که به دیکیتور در ایالت ایلینوی رفته بودم مزارع باد مختلفی رو اونجا دیدم اما اونا هم مشکلات خودشونو دارن اولا خیلی بزرگن دوما بعضی از سر صدای اونها ناراضی یا از اثرات اونها روی محیط زیست و حیات وحش حرف میزنن الان وضع چطوریه آیا انرژی خورشیدی و انرژی باد تونستن جای رو با هم باز کنن یا دارن با همدیگه رقابت میکنن یا اصلا کدومشون منطقی تره بله وضعیت جالبیه قبلا یک اعتلاف واحد برای ترویج انرژی های تجید پذیر داشتیم اما حالا حامیان انرژی های بادی و خورشیدی بر سر تصاحب بازار با هم در رقابت هستند که این خیلی جالبه میان انرژی بادی و خورشیدی یک تفاوت اساسی وجود داره که خوبه بدونیم باد وقتی کار میکنه که بزرگ و نیرومند باشه. فناوری ساخت توربین های بادی پشت بامی در مقیاس کوچک که بتونن برق یک خونه یا روستای کوچک رو تامین کنن چندان پیشرفت نکرده. برای همین هم انرژی باد مقروم به صرفه بادیه که قدرتمند باشه. قدرت 5 تا 10 مگاوات به ازای هر توربین. خیلی عظیم. در پنل خورشیدی اما شما گزینه دارید که سامانه پشت بامی رو انتخاب کنید. اتفاقی که در سه سال اخیر افتاده اینه که سامانه خورشیدی از نظر هزینه فایده قدری از سامانه بادی پیش افتاده و البته این خیلی به منطقه بستگی داره اگه شما منطقه‌ای رو داشته باشید که هواش همیشه ابریه و بادهای قوی در اون میوزه خب سامانه بادی بهتره اما به طور متوسط قیمت سامانه خورشیدی کمتر از سامانه بادی شده و بسیاری از افراد از جمله من بر این باور هستیم که سامانه خورشیدی ارزون ترم خواهد شد اما آینده سامانه بادی چندان روشن نیست شد. باید ببینیم چی میشه بین 5 تا 10 سال آینده معلوم میشه So your is that... یه بار دیگه برمیگردم به مبحث قبلی پس نظر شما اینه که ما به جای تاکید بر اینکه مردم باید کمتر مصرف کنند بازیافت کنند یا نگران مصرف انرژی باشند که این حتی ممکنه در بعضی از نقاط جهان به نظر ناعادلانه هم برسه باید به سمت پیشرفت و عمومی کردن فناوری های جدید و انرژی های تجدید پذیر بریم. بله این دیدگاه منه. من هیچ وقت به تهران نرفتم اما احتمالا اونجا هم مثل بسیاری از شهرهای بزرگ دنیاست که دیدم. مرکز شهر به دلیل شلوغی پر از دود خودروهاست، پر از سر و صداست و کیفیت هوا خوب نیست. تصور کنید که این رو بشه عوض کرد. شرایطی به وجود آورد که در اون همه جا آرومه، کیفیت هوا عالیه چون همه خودروی برقی سوار میشن. این کیفیت زندگی رو بهتر خواهد کرد و برای محیط زیست هم بهتره خب این در جایی مثل اینجا تو آمریکا عملیه چون بخش خصوصی وارد میشه، عدد و رقما رو بالا پایین میکنه، به تقاضا و انگیزه بازار نگاه میکنه و میره تولید میکنه. اما تو دنیایی که من از اون اومدم، تو کشور من همه چی باید از بالا به پایین شروع بشه. یعنی گذاری ها، سرمایه‌گذاری ها، مشبق ها و همه با همه باید از دولت شروع بشه. راهحل شما برای همچین موقعیتی چیه؟ خب بذار فقط به یک جنبه اشاره کنم بذار فقط به قیمت سوخت توجه کنیم برای بسیاری از مصرف کننده اگر هزینه استفاده از خودروی برقی نصف هزینه استفاده از خودروی بنزینی و دیزلی باشه این اختلاف بها مهمه و داشتن خودروی برقی عاقلانه تر به نظر خواهد رسید بنابراین من سیاستی رو پیشنهاد می کنم که قیمت بنزین و دیزل به بهای واقعی اونا در دنیا نزدیک باشه و یارانه بهش تعلق نگیره بنابراین اگرچه میدونم از نظر سیاسی این حرف دار نداره و اصلا محبوب نیست اما من مدافع این هستم که بهای بنزین و دیزل برای مصرف کننده رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا با قیمت واقعی در بازار جهانی همخوانی داره یا نه و اگه نداره به فکر تغییر وضعیت باشیم شما نیم قرن تو این حوزه تحقیق کردید. آیا فکر میکنیم فناوری یا هزینه ساخت و عرضه عمومی اون به موقع ما را از فاجعه تغییرات آب و هوایی نجات خواهد داد؟ آیا به نظرتون این, این کوه سبز بیرون اینجا ده بیست سال آینده هم همینطوری زیبا خواهند موند یا اینکه فناوری به موقع به داد ما نمیرسه و کار از کار میگذره من برای این سال پاسخ خوبی ندارم بستگی داره روحی هم در اون لحظه چطور باش؟ روشنه که اگه کار رو فقط به اختزای بازار باگذار کنیم کافی نخواهد بود هیچ شکی در این نیست که ما در مسیری قرار نخواهیم گرفت که به پایداری اقلیمی برسیم اما وقتی با دانشجوام دیدار می میکنم و شور و شوق مشارکت و نوآوریشون رو می بینم و می میبینم دانشجوایی که باشون کار میکنم کارهای تحسین برانگیزی انجام میدن خیلی خوشبینتر میشم ما نمیتونیم فقط بنشینیم و انتظار داشته باشیم که مشکلات خود به خود حل بشن. چنین چیزی رخ نمیده. بلکه باید به فکر اصلاح سیاست ها و نوآوری باشیم تا سرمایه گذاری بخش خصوصی رو به حرکت در بیاریم. ما به سیاست های جدید، فناوری های پیشرفته تر و خیلی چیزهای دیگه نیاز داریم. اما فکر نمی کنم که باید معیوس بشیم. آسون نیست اما نامید کننده هم نیست. تازگی ها همه جا از شبکه های کوچک و شبکه هوشمند برق حرف میزنند اینا چیان؟ بله اینا دو ایده متفاوتن منظور از شبکه کوچیک مثلا شبکه برای یک محله و یا سامانه از پنل های خورشیدی که منفصل از شبکه است یا مثلا در جایی که خطوط شبکه برق وجود نداره و شما برای خودتون یه سامانه برق ایجاد می‌کنید. چرا اینقدر محبوب شده اخیراً به چند دلیل اول از همه یک کاربرد مشخص داره دیگه شبکه برق وجود نداره مثل گذشته نیست که برق رو حتما با دکل و کابل برق به خونه ها می بردیم شما الان میتونید برای روستا سامانه پنل خورشیدی نصب کنید و دیگه نیازی به شبکه سراسری ندارید به همین سادگی در مناطقی هم که شبکه برق وجود داره استفاده از یک سامانه انتاپ پذیر قابل کنترل در محل مزایایی داره مثلا اگه فرض کنیم برق یک شهر به وسیله سه نیروگاه بزرگ تامین بشه چی پیش میاد اگه یکی از نیروگاه کار بیفته. بقیه پاسخگوی تقاضا نیستند، اما وقتی شما تعدادی نیروگاه کوچک داشته باشید، انعطاف پذیریتون بیشتر میشه و شبکه مقاومتری خواهید داشت. پس این یکی از مزایای های به اصطلاح کوچک. اما شبکه های هوشمند موضوع دیگریه. ایده اصلی اینه که با اطلاعات میشه شبکه رو بهتر مدیریت کرد. مثالی میزنم. فرض کنیم که تعداد زیادی خودروی برقی است و شما وقتی به خونه میرسید خودروی خودتون رو میزنید به برق که تا صبح که میخواید بری سر کار شار شده باشه در سامانه هوشمند فرزن اون شرکتی که شبکه رو کنترل میکنه ساعت دو صبح به دلیل خرابی نیروگاه برق به مقداری برق نیاز پیدا میکنه یا مثلا سامانهشون متکی به وزش باده و باد از وزش میفته در این حالت اونا میتونن بیان از باتری خودروی برقی شما برق بگیرن و شما هم اصلا مطلع نمیشید و براتون هم مهم نخواهد بود چون تا ساعت 8 صبح که بخواید سر کار برید خودروی شما دوباره کاملا شارژ شده به نظر باور نکردنی میاد اما در واقع هوشمندان است و شیوه انجامش هم به این صورتی که با استفاده از شبکه هوشمند اون شرکت میتونه با خودروی شما ارتباط برقرار کنه و تعامل بگیره منظورتون اینه که شبکه مثلا از ماشین برقی من ساعت دوی صبح برق قرض میگیره اما دوباره ساعت چهار صبح که دیگه پیک نیست دوباره باتری رو شارژ میکنه و خود به خود صبح که من از خواب بیدار میشم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چی رو به راه بله و یکی از چند طرح آزمایشی برای استفاده از شبکه اینه که اون شرکت ممکنه به شما بگه امیر هر شب خود روی خودت رو رایگان شارژ کن به حساب ما و ما تضمین میکنیم که وقتی میخوای بری سر کار باتری خود روی شما پر باشه اما به ازای این اونو از خودروی برقی شما به عنوان یک انبار ذخیره استفاده میکنن و دیگه مجبور نمیشن انبار ذخیره و باتری های بزرگ بخرن. چون شما اونو خریده ای. این یک راه حل خیلی عالیه اینطوری یعنی باتری هر خودروی الکتریکی میشه یک بخش از شبکه تولید و ذخیره سازی بعد دقیقا این ایده طرحه رایج نیست و خیلی کارها باید صورت بگیره تا این روش جواب بده اما تا به اینجا امیدوار کننده به نظر میاد این یه فکر مبتکرانه است که بخشی از ایده شبکه هوشمند خواهد بود این به خونه هایی که پنل خورشیدی روی سقف دارن و باتری در گاراژ هم دارن اطلاق میشه اگه اینطوره یعنی هر باتری در هر خونه ای بخشی از شبکه تولید برق اون منطقه میشه و این میشه یه شبکه کوچک و شبکه هوشمند. دقیقا میشه ادغام هر دو ایده، یعنی یک شبکه کوچک و هوشمند خب داشتم به این فکر میکردم که این شبکه های کوچک و هوشمند یک جوری قدرت و انحصار رو از دست شرکت های بزرگ و دولت ها در خواهند آورد و همین شاید مانعی باشه برای اینکه دولت های سیاست گذاران به سمت اون برن اما الان یه سوال دیگه مطرح میشه که شاید اون مهمتر هم باشه اینکه حمله روسیه به اوکراین و برجسته شدن نقش روسیه در دنیای انرژی الان چقدر میتونه دنیا رو حل بده به سمت انرژی های تحجید پذیر. چون حالا همه دنیا با همدیگه دارن چالش رو حس میکنن. بله، فکر میکنم جنگ در اوکراین از هر نظر که نگاه کنید وحشتناکه. با این حال این جنگ اهمیت این نکته را هم روشن کرده که کشور باید انرژی خودش رو تامین کنه. اگه وارد کننده <تصفح> انرژی هستید موقع بحران آسیب پذیری. در حال حاضر نفت بسیار گرونه و کشورهای وارد کننده نفت به شدت در مزیقه قرار گرفتن. در بعضی موارد در اروپا داریم میبینیم که اگه شما وارد کننده انرژی هستید حتی تا حدی از نظر سیاسی آسیب پذیر خواهید شد. به این معنا که کشور فروشنده که در این مورد روسیه است میتونه به شما بگه بسیار خوب ما واردات شما رو قطع می‌کنیم این اتفاق در شمال اروپا در فنلاند افتاده به نظر من راه حل منطقی اینه که هر کشوری به خودش بگه دیگه انرژی وارد نکنیم به جاش انرژی خودمون رو مصرف کنیم ممکن بود در گذشته میگفتیم خب ما که خودمون منابع نفت یا گاز طبیعی نداریم درسته اما الان میگیم همه کشورها آفتاب که دارن بسیاری از کشورها از نیروی باد هم برخوردارن از نظر سیاسی تر اینه که این مسیر رو در پیش بگیرن چون هم اقتصاد شما رو بهتر خواهد کرد و هم خود ات دکای شما بیشتر میشه.